محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران خواهان آزاد شدن میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران شده. همزمان عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین هم گفته آمریکا به عنوان طرفی که برجام رو ترک کرده باید اول تحریم‌ها رو برداره. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم در مصاحبه با شبکه ABC گفته هنوز نشانه‌ای از طرف ایرانی مبنی بر آمادگی برای انجام تعهداتش در چارچوب برجام ندیدیم. آرش علایی همکارم از واشنگتن دی سی با ماست. آرش، بیشتر به ما بگو در مورد مصاحبه وزیر خارجه آمریکا و آنچه که در مورد نحوه برخورد طرف ایرانی گفته. فرداد همونطور که میدونی یک شنبه ها در ایالات متحده روز تعطیل هست و معمولا اعضای کابینه دولت از این فرصت استفاده میکنن و میرن به شوهای سیاسی که در شبکه های معروف آمریکایی وجود داره. آقای انتونی بلینکن نه تنها در شبکه ABC بلکه در شبکه CNN در برنامه فرید زکریا هم ظاهر شد، همین حرفایی که شما گفتی رو تکرار کرد و گفتش که به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی ایران آمادگی و میل به این رو داشته باشه که بخواد برگرده به تعهدات برجامی خودش و تا وقتی که این کار را انجام نده ایالات متحده هیچ تحریمی رو لغو نخواهد کرد. توییت های جواد ظریف و عباس عراقچی هم به نظر میاد در پاسخ به همین صحبت های انتونی بلینکن گفته شده باشه، به نظر میاد که پس از هفته ها گفتگوهای فشرده غیر مستقیم بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران الان دو طرف به جایی رسیدن که ترجیح دادن دعوای خودشونو و حداقل مذاکرات خودشونو از اتاق مذاکره بیرون بیارن و جلوی چشم عموم بذارن و هنوز اون شکاف عمیق بین دو طرف دیده میشه. یک طرف که جمهوری اسلامی باشه میخواد که ایالات متحده اول تحریم ها رو برداره و بعد راستی آزماییش تازه ایران برگرده و طرف آمریکایی هم خیلی محکم وایساده و میگه که تا وقتی ایران به تعهدات برجامیش برنگرده این کار رو نخواهد کرد. لازم است که بگم یک مقاله آقای جارد کوشنر حدوداً دو ماه پیش در نشریه وال استریت جورنال منتشر کرده بود که در اون موقع استقبال کرده بود از حرکت دولت بایدن و گفته بود این حرکت دولت بایدن برای اینکه بخواد برگرده به برجام بلوف سیاسی جمهوری اسلامی رو برای اروپایی‌ها رو خواهد کرد. ممنونم از تو آرش علی، خبرنگار ما در واشنگتن دی سی.